All of our images and videos are archival and we do not claim that they are related to the present time. ناو هواپیما بر ایرانی، یک رویای شیرین یا آینده‌ای واقعی. سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی کانال پارتیزان، خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از برنامه‌های ما. برنامه امروز ما به دو بخش تقسیم میشه که در بخش ابتدایی درباره ناوهای هواپیمابر و فلسفه اونها صحبت میکنیم و بعد از اون در بخش دوم به رویای ناو هواپیمابر ایرانی میپردازیم و از جنبه‌های مختلفی اون رو بررسی میکنیم. پس تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید و به هیچ وجه اون رو از دست ندید. و قبل از این که هم بخوایم برنامه رو شروع کنیم، اگر تا الان ما رو سابسکرایب نکردید لطفاً ساب کنید و با لایک ها و کامنت هاتون از ما حمایت کنید و به ما انرژی بدید. خب حالا بریم سراغ ادامه برنامه. برای اینکه به سوالی که در ابتدای برنامه مطرح شد پاسخ بدیم، باید از ابتدای داستان شروع کنیم. وقتی که همه اسم این ناوها رو میشنوند، قطعاً تصاویری از ناوهای مدرن امروزی رو در ذهن خودشون متصور میشن که همراه با چندین ناو شکن و رسم ناو کوچیک‌تر در حال اسکورت هستند. اما چرا این ناوها اصلا وجود دارن؟ در واقع ناو هواپیمابر یک کشتی جنگیه که به عنوان یک پایگاه هوایی دریایی مجهز به یک عرشه پرواز و امکانات برای حمل و مسلح کردن و استقرار و بازیابی هواپیما رو در خودش جای داده. به طور معمول این کشتی پایتخت یک ناوگانه، چون به یک نیروی دریایی اجازه میده تا نیروی هوایی رو در سراسر جهان بدون وابستگی به پایگاه‌های محلی برای عملیات هواپیماها انجام بده. ناوهای هواپیمابر از زمان آغاز به کار خودشون در اوایل قرن 20 از کشتی‌های چوبی مورد استفاده برای استقرار بالون‌ها به کشتی‌های جنگی هسته‌ای که جنگنده‌های متعدد و هواپیماهای تهاجمی و بالگردها و سایر انواع هواگردها را حمل می‌کنند تکامل پیدا کردند. در اوایل نوامبر سال 1910 یک خلبان غیر نظامی آمریکایی یعنی یوجین الی یک هواپیما رو از یک پلتفرم مخصوص ساخته شده در عرشه رزمناو آمریکایی بیرمنگام در همتون رودز ویرجینیا پرواز داد. در 18 ژانویه 1911 در خلیج سان فرانسیسکو، الی بر روی یک پلتفرم ساخته شده در یک چهارم کشتی جنگی پنسیلوانیا فرود آمد. با استفاده از سیم‌های متصل به کیسه‌های شنوماسه بر روی پلتفرم به عنوان دنده دستگیری از اون استفاده کرد. وی بعد از اون از همون کشتی بلند شد. این از اولین تلاش‌ها برای ساخت یک هواپیما با قابلیت فرود بر روی کشتی بود. هیچ تعریف واحدی از ناو هواپیمابر وجود نداره و نیروی دریایی مدرن از چندین نوع از این نوع هواپیمابرها استفاده می‌کنه. این انواع گاهی اوقات به عنوان زیر نوع‌های ناوهای هواپیمابر هم طبقه بندی می‌شن و گاهی اوقات هم به عنوان انواع متمایزی از کشتی‌های حمل و نقل دریایی و هوایی دریایی استفاده می‌شن. ناوهای هواپیمابر ممکنه با توجه به نوع هواپیماهایی که حمل می‌کنن و مأموریت‌های عملیاتی اونها هم طبقه بندی بشن. دریا سالار، سر مارک استنهوپ، لرد اول سابق نیروی دریایی سلطنتی، بیان کرده که به عبارت ساده کشورهایی که خواهان نفوذ استراتژیک بین المللی هستند ناوهای هواپیما بردارن. هنری کیسینجر وزیر امور خارجه آمریکا هم گفته که یک ناو هواپیما بر 100 هزار تن دیپلماسی هستش. از دلایل قدرتمند بودن این ناوها و این پلتفرم ها میتونیم به مواردی از قبیل قدرت هوایی اشاره کنیم. ناوهای هواپیما بر به کشورها امکان میدن که توان هوایی خودشون رو به مناطق دوردست منتقل کنند و از این رو در عملیات‌های نظامی و یا حتی دفاعی تاثیرگذار باشن. مورد بعدی انعطاف پذیری. این ناوها امکان پاسخگویی سریع به تهدیدات و انجام عملیات‌های مختلف مثل تهاجم، دفاع و کمک های بشر دوستانه رو فراهم می کنند. مورد سوم قدرت نمایی هستش. حضور ناوهای هواپیما بر در نقاط مختلف جهان می تونه نشون دهنده قدرت نظامی و سیاسی کشورها باشه و به عنوان ابزار دیپلماسی در قدرت مورد استفاده قرار بگیره. مورد چهارم پشتیبانی از نیروهای دریایی و زمینی.
ناوهای هواپیمابر میتونن با ارائه پوشش هوایی و پشتیبانی از عملیات‌های دریایی و زمینی نقش مهمی در موفقیت ماموریت‌های نظامی ایفا کنند. به طور کلی ناوهای هواپیمابر به عنوان یکی از اجزای کلیدی قدرت نظامی مدرن نقش مهمی را در تامین امنیت و دفاع از منافع ملی کشورها ایفا می‌کند. برنامه ساخت ناو هواپیمابر در ایران موضوعی هستش که به دلیل محدودیت‌های تکنولوژیکی، اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی همچنان به طور جدی مورد بررسی و اجرا قرار نگرفته. تا الان ایران تمرکز خودش رو بیشتر بر توسعه سایر انواع کشتی‌های نظامی، زیردریایی‌ها و سیستم‌های دفاعی دریایی قرار داده. در ادامه هم به برخی از جزئیات مربوط به تلاش‌ها و برنامه‌های ایران در این زمینه می‌پردازیم و باید در نظر داشته باشیم که با توجه به افزایش برنامه‌های پهپادی ایران و تمرکز جدی بر این موضوع، احتمال توسعه نسخه‌های کوچک‌تری از این ناوها برای حمله پهپادها و عملیات‌های پهپادی کاملا وجود داره. اما توسعه نیروی دریایی ایران در بعد ناوهای هواپیمابر و پلتفرم‌های مشابه. خب اولین مورد کشتی‌های جنگی و ناوهای موشک اندازه. ایران تا الان تلاش کرده که تا با توسعه و ساخت کشتی‌های جنگی کوچک‌تر و ناوهای موشک انداز توان دریایی خودش رو تقویت کنه. این کشتی‌ها از فناوری‌های بومی و تجهیزات نظامی پیشرفته بهره می‌برن و می‌تونن زمینه‌ساز تولید و طراحی ناوها باشن. مورد بعدی زیردریایی‌ها هستش. ایران همچنین بر ساخت و توسعه زیردریایی‌های کوچک و متوسط متمرکز شده که توانایی عملیات در خلیج فارس و دریای عمان رو دارند. تولید این نوع محصولات میتونه یکی از پازل‌های تولید ناو، یعنی طراحی و استقامت ناو باشه. در نظر داشته باشید که نیروی دریایی و صنعت دریانوردی کشور با تمام پیشرفت‌ها هنوز درگیر مشکلات و محدودیت‌های متعددیه. برای مثال چند نمونه از این محدودیت‌ها که جلوی پیشرفت این صنعت رو در کشور گرفته بررسی می‌کنیم. اولین محدودیت بحث محدودیت‌های فناوری و منابع هستش. فناوری‌های لازم پیچیده هستند. ساخت ناو هواپیمابر نیاز به فناوری‌های پیشرفته‌ای داره که شامل طراحی، مواد، سیستم‌های دفاعی و تجهیزات هوایی. ایران در حال حاضر فاقد این نوع فناوری‌ها به طور کامل. منابع مالی مورد بعدی هستش. هزینه‌های ساخت و نگهداری ناوهای هواپیمابر بسیار بالاست و نیازمند یک سرمایه‌گذاری عظیم از سوی دولت هستش. اما مسئله بعدی تحریم‌های بین‌المللی. محدودیت‌های اقتصادی و نظامی که تحریم‌های بین‌المللی اعمال شده علیه ایران تأثیر زیادی بر توانایی کشورمون در دستیابی به فناوری‌های پیشرفته و قطعات مورد نیاز برای ساخت ناو هواپیمابر رو داشته. محدودیت در تجارت و انتقال فناوری یکی دیگه از مشکلات ما هستش. این تحریم‌ها همچنین مانع از انتقال فناوری‌ها و همکاری‌های بین‌المللی در زمینه ساخت و توسعه ناوهای هواپیمابر شده. مورد بعدی استراتژی‌های دفاعی و نظامی. و در این بحث تمرکز ایران بر استراتژی‌های دفاعی غیر متقارن هستش. ایران به جای سرمایه‌گذاری در ناوهای هواپیمابر تمرکز خودش رو بر توسعه استراتژی‌های دفاعی غیر متقارن مثل استفاده از موشک‌های ضد کشتی، پهپادها، قایق‌های تندرو و زیردریایی‌های کوچک قرار داده. مسئله بعدی تاکتیک‌های منطقه‌ای هستش. با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط منطقه‌ای، ایران بیشتر به تقویت توان دفاعی خودش در خلیج فارس و دریای عمان تا به امروز پرداخته. مورد بعدی تلاش‌های داخلی و ادعاها هستش که می‌خوایم بررسی کنیم. در بحث بیانات مقامات نظامی باید بگم که برخی از مقامات نظامی ایران در گذشته از تمایل به ساخت ناو هواپیمابر صحبت کردند، اما تا الان هیچ پروژه عملیاتی و مشخصی در این زمینه اعلام نشده که یکی از مهمترین دلایل اون کمبود بودجه و محدودیت فناوری. البته ممکنه پروژه‌های تحقیقاتی در ایران به تحقیق و بررسی امکان پذیری ساخت ناو هواپیمابر پرداخته باشند، اما به دلیل محدودیت‌هایی که خدمتتون عرض کردیم این پروژه‌ها به مراحل عملیاتی نرسیده. برای مثال ایده بازسازی و استفاده از کشتی‌های ترابری که در ساخت برخی از ناوهای ایرانی مثل ناو شهید رودکی هم استفاده شده، به ایران این اجازه رو داده که با هزینه کم ناوگان خودش رو تقویت کنه. قبل از این
در ساخت مجموعه کشتی‌های موشک انداز آرسنال هم این روش توسط نیروی دریایی آمریکا به کارگیری شده بود. امروزه هم با اخبار پراکنده شنیده میشه که سپاه در حال ساخت یک ناو حامل پهپاد به همین سبکه، اما همچنان اخبار رسمی در این باره منتشر نشده. در نتیجه با توجه به محدودیت‌های فناوری، منابع مالی، تحریم‌های بین‌المللی و استراتژی‌های نظامی موجود و فعلی، ایران تا به امروز نتونسته به ساخت ناو هواپیمابر بپردازه و تمرکز خودش رو بر توسعه سایر انواع توانایی‌های دریایی قرار داده. اما امیده که در آینده با تغییر استراتژی‌های کشور و رفع برخی از تحریم‌ها و بهبود شرایط عمومی کشور، شاید تولید این نوع از جنگ‌افزارهای دریایی و قدرتمند و تعیین کننده در کشورمون باشه. خب رفقا، به پایان برنامه امروز هم رسیدیم. خیلی ممنون که ما رو تا این لحظه همراهی کردید و امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید. به رسم همیشگی منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادهای شما عزیزان هستیم و تا برنامه بعدی همه شما خوبان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.